اول تیموتائوس فصل چهارم. روح القدس واضحاً می‌فرماید که در زمان‌های آخر بعضی‌ها از ایمان دست خواهند کشید و از ارواح گمراه کننده و تعالیم شیاطین پیروی خواهند کرد، از تعالیم ریاکارانه دروغگویان استفاده کرده و وجدانشان طوری بی‌حس خواهد گردید که گویی با آهن داغ سوخته شده است. ازدواج را ممنوع نموده و خوردن غذاهای را منع می کنند که خدا آفریده است تا ایماندارانی که حقیقت را می دانند با شکرگزاری از آن غذاها استفاده کنند. در صورتی که همه چیزهایی که خدا آفریده است نیکوست و نباید چیزی را که با شکرگزاری پذیرفته می شود نجس شمرد، زیرا با وسیله کلام خدا و دعا پاک می گردد. اگر این اوامر را به برادران یادآور شوی، خادم نیکوی مسیح عیسی خواهی بود که در حقایق ایمان و تعالیم نیکویی که دنبال کرده ای پرورش خواهی یافت. اما با افسانه های کفرآمیزی که ارزش بازگفتن ندارد کاری نداشته باش. ورزش مفید است، اما تقوا و خداپرستی مفیدتر است، زیرا اگرچه ورزش در بعض موارد برای بدن مفید است، خداپرستی از هر حیث فایده دارد، چون هم برای حال و هم برای آینده وعده زندگی دارد. این سخن درست و کاملا قابل قبول است. بنابراین ما تلاش و کوشش میکنیم، زیرا به خدای زنده که نجات دهنده همه آدمیان و مخصوصا ایمانداران است توکل داریم. این است آنچه تو باید با آنها امر و تعلیم دهی. هیچ کس جوانی تو را حقیر نشمارد، بلکه در گفتار و کردار، در محبت و ایمان و پاکی برای ایمانداران نمونه باش. و تا موقع آمدن من وقت خود را صرف موعظه و تعلیم و خواندن کلام خدا برای عموم بنما. نسبت به عطی روحانی خود بی توجه نباش، عطی که در وقت دستگذاری تو به وسیله رهبران کلیسا همراه با پیشگویی آنها به تو داده شد. این چیزها را به عمل آور و خود را وقف آنها بساز تا پیشرفت تو برای همه معلوم گردد. متوجه خود و تعالیم خود باش و در انجام این کارها همیشه کوشش کن، چون به این وسیله هم خود و هم آنان را که به تو گوش می دهند نجات خواهی داد.